روزها داده ها با سرعت نور از این سر جهان به اون سر جهان منتقل میشن. هر کسی در هر گوشه دنیا هم که باشه، در کسری از ثانیه میتونه به آخرین خبرها دست پیدا کنه. به دلیل پیشرفت های روزافزون در ارتباطات، تولید و حمل و نقل، واژه هایی مثل دهکده جهانی، اقتصاد جهانی یا جهانی سازی اقتصاد زیاد به گوش میخورن. از طرف دیگه فرهنگ ها در هم آمیختن و پیشرفت ها به هم گره خوردن. شرایط اقتصادی و اجتماعی در گوشه و کنار دنیا تحت تأثیر هم قرار داره و هر رخدادی خیلی زود دامنه جهانی پیدا می‌کنه. شکل‌گیری ائتلاف‌های بین‌المللی برای حل معضلات منطقه‌ای و جهانی هم مهر تأییدی بر همین موضوعاته. حالا در چنین شرایطی این سوال پیش میاد که آیا ما به سمت یک جامعه واحد در حرکت هستیم؟ آیا در جهان فردا حکومتی جهان شمول برقرار خواهد شد؟ و آیا نیاز به امنیت اجتماعی و اقتصادی ما رو به سمت یک جامعه بین‌المللی مشترک المنافع سوق میده؟ در واژه‌های امروز چنین اندیشه‌ای رو بررسی خواهیم کرد. انترناسیونالیسم در انگلیسی به این صورت نوشته میشه و از پیشوند اینتر به معنی میان و بین، به علاوه ناسیونال به معنی ملی و پسوند ایسم ساخته شده. بنابراین میشه اون رو به مکتب بین‌المللگرایی ترجمه کرد. انترناسیونالیسم یا بین‌المللگرایی مفهومی کلیه. انترناسیونالیسم قبل از هر چیز بر عقاید و سیاست‌هایی تکیه داره که منجر به منافع مشترک اقوام و ملت‌ها میشه. انترناسیونالیسم با ناسیونالیسم مشکل چندانی نداره، اما با شکل افراطی اون که به شوینیسم شناخته میشه در تعارضه. نازیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی که نوع افراطی ناسیونالیسم مبتنی بر نژاد محسوب میشن هم دشمنان سرسخت انترناسیونالیسم بودن. انترناسیونالیست ها بر این باورن که ملت ها میتونن به مساعدت و همکاری بپردازن و برای پیشرفت و ترقی خودشون از همدیگه کمک بگیرن. علاوه بر این اونها معتقدن که هر کدوم از ما انسان ها علاوه بر اینکه شهروند کشور خودمون هستیم، به یک جامعه واحد جهانی هم تعلق داریم. در نتیجه منافع عمومیمون یکیه. انترناسیونالیست‌ها تلاش می‌کنن که این باور رو در دیگران هم ایجاد کنن تا اونها هم برای گام برداشتن در جهت منافع چنین جامعه واحدی تشویق بشن. انترناسیونالیست‌ها به یک دموکراسی جهانی باور دارن و خواهان ارگان‌های جهانی هستن که این دموکراسی رو تضمین کنه. در باور انترناسیونالیست ها باید مؤسسات بین المللی نقش گسترده تری در اداره امور جهان داشته باشند و حکومت ها و دولت ها هم باید میزانی از حاکمیت ملیشون رو به این مؤسسات بین المللی واگذار کنند. البته طیفی از انترناسیونالیست ها وجود داره. اونهایی که خواهان کمترین میزان واگذاری حاکمیت هستن بر این باورن که این واگذاری حاکمیت باید تا جایی باشه که برای حفظ و تقویت امنیت بین المللی لازمه و نه بیشتر. اما برخی پا رو از این هم فراتر میذارن و خواهان پشتیبانی از نوعی حکومت جهانی هستن. چنین حکومتی اختیارات بسا بیشتری رو خواهد داشت. البته نظریه انترناسیونالیسم رو نباید با عقیده جهان میهنی اشتباه گرفت، چرا که انترناسیونالیسم از فرد نمیخواد که از ملت یا دولت خودش جدا بشه و هویت ملی خودش رو از دست بده. انترناسیونالیست ها برای هویت ملی هر فرد احترام قائلن. اونها ضمن حفظ هویت ملی هر فرد از جامعه خواهان رابطه بیشتری بین افراد و دیگر ملت های جهان هستند. اندیشه انترناسیونالیسم تاریخچه‌ای داره. اولین سازمان بین المللی در جهان سازمانی بود به نام اتحادیه پارلمان های جهان. این اتحادیه در سال 1889 توسط فردریش پسه از فرانسه و ویلیام راندال کرمر از بریتانیا تأسیس شد. متفکرانی مثل امانوئل کانت هم برای برپا کردن یک سازمان جهانی با هدف پایان دادن به جنگ و خونریزی گسترده در سطح جهان طرح‌هایی ارائه کرده بودند. اما این طرح‌ها تا سال 1919 میلادی به جایی نرسید. استفاده از داوری بین‌المللی در طول قرن 19 و در دو کنفرانس لاهه در 1899 و 1907 در بین مردم و طرفداران انترناسیونالیسم امیدهای بسیاری برای تدوین قوانین بین الملل و حل مسالمت آمیز کشمکش ها به وجود آورد.
و سرانجام این امیدها در پایان کنفرانس صلح در پاریس و با پیدایش جامعه ملل در 1919 محقق شد. اما جامعه ملل نتونست از پس مأموریت خودش که حفظ صلح در سطح جهان بود بر بیاد و در نهایت جنگ جهانی دوم در گرفت و چندین میلیون نفر را به کام مرگ کشوند. سالهای خونین میانه قرن بیستم باعث شد که دنیا به فکر ارگانی جامع تر از جامعه ملل بشه. به این ترتیب بر شالوده قربانیان جنگ جهانی دوم سازمانی تأسیس شد به نام سازمان ملل متحد. این سازمان که بسیار فراگیرتر و قدرتمندتر از جامعه ملل بود جایگزین اون شد، اما همون اهداف رو دنبال میکرد، یعنی صلح جهانی و پیدا کردن راه حل برای اختلافات. هرچند این سازمان پاسخگوی گوشه ای از خواسته های انترناسیونالیست ها بود، اما ایدئال اونها چیزی بسیار فراتر از سازمان ملل. مارکس، متفکر بزرگ آلمانی، برداشت خاصی از انترناسیونالیسم داشت. به عقیده مارکس، بورژوازی به کمک ماشین و داد و ستد آزاد جهانی مرزهای ملی رو در هم شکسته و به تبع اون یک نظام اقتصادی جهانی ساخته و پرداخته شده. از نظر مارکس این نظام بین طبقات محروم به ویژه میان پرولتاریای کشورها همبستگی جهانی به وجود میاره که در اصطلاح انترناسیونالیسم پرولتاریایی نامیده میشه. مارکسیستا بر این باورن که این جریان در نهایت به ایجاد جامعه سوسیالیستی جهانی منجر میشه. به همین خاطر که مارکسیست ها به همبستگی جهانی طبقات محروم باور دارن و شعار معروف زحمت کشان جهان متحد شوید شعار انترناسیونالیسم پرولتاریایه. انترناسیونالیست ها بر این باورن که تنها یک اتحاد بین المللیه که از پس حل مشکلات و معضلات جامعه بشری برمیاد. برنامه واژه‌های امروز رو با شعری از سعدی به پایان می‌بریم. شعری با مضمون انترناسیونالیسم که آذین سردر سازمان ملل هم شده. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.